برقد متحر صحابی جلیل القدر حجر ابن عدی الکندی در منطقه ادرا در کشور سوریه اخیرا مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت و آماده استقبال از زائران گرامی است. این مرقد متحر که تن از یاران این صحابی جلیل القدر نیز در آن مدفون هستند در سالهای اخیر به دست وحابی های تروریست مورد اهانت و تخریب واقع شد ولی با یاری خداوند متعال و احیای ذکر نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی دوباره درهای این مکان مقدس به روی زائرانش گشوده شد رئیس شهرداری منطقه ادرا در این باره گفت آن فرد تروریست که به این مکان مقدس حمله و ذریح آن را تخریب کرد مورد غضب الهی واقع شد و ضربه‌ای مهلک بدن او را دونیم کرد. گفته میشود که در پنجمین ماه از سال 2013 میلادی گروه های تروریستی بسیاری از جمله گروه تروریستی جبهت النصره به منطقه ادرا وارد شدند و زریح متحر حجر ابن عدی الکندی را مورد هجوم قرار دادند و هیچ حرمتی را در خصوص صاحب این مکان و سایر مدفونین قائل نشدند. گروه های تروریستی در آن روزها مدعی شدند که به بدن این صحابی جلیل القدر رسیدند و آن را به مکان دیگری منتقل کردند ولی مسئول این مرقد متحر این گفته ها را رد می کند و صحیح نمی داند. مسئول این مرقد متحر می گوید نفش قبری که ترویس ها انجام دادند در جنب قبر متحر حجر نعدی و به عمق سی سانتیمتر بوده است. او افزود ها قصد خارج کردن بدن متحر را نداشتند و صرفا در جستجوی عتیقجات و آثار باستانی بودند و هیچ جسارتی به قبر و یا بدن این صحابی نشده است ها زریح را تخریب و وسایل این مکان مقدس را غارت کردند